سلام 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 سلام، یه بار دیگه با یه ویدیو زنده دیگه اینجاییم. این بار صدا باید خوب باشه. امروز همون موضوع دیروز رو دوباره در موردش صحبت میکنیم، آمریکا و ایران. متاسفانه دیروز مشکل صدا داشتیم. The audio for the first half was terrible. And it's not that bad. We're starting off new with this. اما فکر کنم امروز این مشکل برطرف شده باشه. Anyways, so this will be a better version of it. Hello Phyllis. سلام فیلیس. How is the audio, Phyllis? صدا چطوره؟ Can you hear me all right? Thank you. ممنون که به ما ملحق شدی. آمریکا و ایران موضوع امروز ماست. ریستارت. یک ریستارتی جوین شد. سلام. به خاطر اینکه دیشب مشکل صدا داشتیم، امروز تکرار میکنیم موضوع رو. So, starting off, برای شروع من تو سال 1970 به دنیا اومدم و انقلاب وقتی رخ داد که من 9 سالم بود. اولین باری که اسم ایران رو شنیدم زمان گروگانگیری سفارت آمریکا بود. اون اولین تصویر من از ایران بود و از همونجا به بعد ایران همیشه برای من اون آدم بده بود. ترسناک، اسلامی، فرهنگ عصر حجری که از آمریکا متنفر بود و پرچم آمریکا رو آتیش می‌زد. میتونم بگم شاید حدود 10 سال پیش بود که تصاویری از ایران قبل از 1979 دیدم که خیلی ها رو شگفت زده کرد. که ایران مثل خیلی از کشورهای غربی بود. اگه به این تصاویر نگاه کنید و تو دهه 70 میلادی بزرگ شده باشید، تمام جزئیات برای شما آشناست. برای من انگار دهه 70 تو آمریکاست. حتی دهه 50 یا 60. Here in America, some of these are look like they're from the 60s and some even from the 50s. But you get the point. And so that kind of blew my mind. 10 سال پیش وقتی بود که متوجه شدم که یه اتفاق خیلی عجیب تو ایران افتاد. که شبه همه اینا رو عوض کرد. It changed all that almost overnight. It was like a normal کشوری بود که مثل همه کشورهای غربی از آزادی و خوشی لذت می برد. شبیه آمریکا و جاهای دیگه. و بعد 1979 اتفاق تلخی افتاد. تو سال 1979 خمینی انقلاب اسلامی رو رهبری کرد. موضوع جالب اینه که بعضیا معتقدن چهره خمینی بدون ریش شبیه انگلیسی هاست. پدر او انگلیسی بود. اگه به سایت islam.org برید میبینید این تصویر رو که میگه خمینی یک مأمور انگلیسی بود. اطلاعات قانع کننده زیادی هم وجود داره اونجا.
البته خیلی هم عجیب نیست چون انگلیس همیشه نفت ایران رو کنترل کرده. سازمان CIA به اینکه تو سال 1953 جلوی مصدق رو گرفته اعتراف کرده. سال 1953 مصدق نخست وزیر منتخب دموکراتیک در حال ملی‌سازی صنعت نفت بود که منجر به استقلال بیشتر برای ایران تو یک قرن گذشته می‌شد. این موضوع شرکت بریتیش پترولیوم رو هم به چالش می‌کشید که اون موقع شرکت ایرانی انگلیسی بود. CIA و سرویس اطلاعاتی انگلیس جلوی مصدق رو گرفتند. شاه رو دوباره به قدرت برگردوندند و مشخص بود که شاه رو کنترل می‌کنند. خیلی‌ها معتقدند که دخالت آمریکا یه جورایی بهونه‌ای شد برای مردم در مورد گروگانگیری سفارت آمریکا. تو اون موضوع گروگان‌های آمریکایی رو در ازای بازگشت شاه نگه داشته بودند. فکر میکنم حدود 440 روز گروگان‌های آمریکایی نگه داشته شدند. طولانی ترین گروگانگیری که تا حالا اتفاق افتاده. و دوباره میگم که این موضوع بود که ایران رو به من و خیلی‌ها معرفی کرد. در نهایت همه به آمریکا برگشتند و نجات پیدا کردند. جالبه نه؟ خمینی ممکنه مأمور اطلاعات انگلیس بوده باشه. تو این مقاله بعضی ها معتقدن که جیمی کارتر تو آمدن خمینی نقش داشته و ملاقات ها و مذاکراتی پنهانی قبل از 1979 بین کارتر و خمینی وجود داشته. بنابراین از ابتدای انقلاب 1979 آمریکا از نزدیک مشارکت داشته. از همون زمان هم آمریکا تبدیل به دشمن شماره یک ایران شد. یه نفر تو کامنت ها میگه انگلیس و روسیه میخوان ایران رو نابود کنند. شاید، اما حتما میخوان کنترلش کنند. در مورد آمار مطمئن نیستم، اما ایران بین سه کشور اول تولید کننده نفته. پول خیلی زیادیه. جالب نیست که کنترل نفت خودشون رو ندارن؟ مطمئنن انگلیس و روسیه و شرکت‌های نفتی آمریکایی از این موضوع سود می‌بردن. پس اینا همه قبل از انقلاب 1979 بود. چیزی که خیلی جالبه اینه که قبل از اینکه انقلاب بشه و قبل از غربی شدن ایران، فرهنگ پرشیا تو نوع خودش جزو اولین هاست. و خیلی شبیه قانون اساسی آمریکاست. کوروش بزرگ همه ادیان رو آزاد گذاشت. آزادی بیان رو مطرح کرد و همچنین اجازه داد که همه افراد حق زندگی و قبول شدن تو جامعه رو داشته باشن و شکوفا بشن. این تو زمان بابل بود. اگه اون زمان زندگی میکردید، قطعا پرشیا رو برای زندگی انتخاب میکردید. مگه اینکه آدم بی اخلاقی بود. پرشیا جای فوق‌العاده‌ای برای زندگی بود تا زمان ظهور اسلام.
تقریبا حدود سده اول اسلام پرشیا توسط حکومت اسلامی نابود شده بود. از اون زمان به بعد مردم پرشیا فرهنگ خودشون رو حفظ کردن. معمولا همیشه تو نبرد فرهنگا برندن. چون فرهنگی پرشیا در مقایسه با فرهنگ اسلامی فوق‌العاده است. فرهنگ اسلامی مثل بدبختی میمونه که متعلق به عصر حجره و فرهنگ پرشیا عالی، جالب و فوق‌العاده است. این یکم تاریخچه در اون مورد. وزیر امور خارجه مایک پومپو میگه که جان کری به طور مداوم در حال زیر پا گذاشتن سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. برای اینکه شدت وخامت این اوضاع رو بیشتر درک کنیم، بیایید تاریخ ایران رو بررسی کنیم. برخواسته از مهد تمدن در بین النهرین، پرشیا مهد هنر، علم، فلسفه و منطق بود. بعد از سقوط بابل، کوروش دوم در پرشیا، معروف به کوروش کبیر، مؤسس اولین امپراتوری پارسی بود، سلسله هخامنشیان. او منشور حقوق بشر رو تو سال 583 قبل از میلاد مسیح نوشت. تو اون نوشته شده بود که در صورت عدم خواست مردم، حکومت حق حکمرانی بر اونها رو نداره. حکومت کسی رو مجبور نمی‌کنه تا دین یا باورشون رو تغییر بدن و تعهد میده که آزادی همه مردم حفظ بشه. پرشیا و روم دشمنان بزرگی برای هم بودن. اونها هر دو توسط خلیفه اسلامی راشدین در قرن هفتم سرکوب شده بودند. روم نجات پیدا کرد، ولی تقریبا همه پرشیا به دست خلافت اسلامی افتاد. تنها سلسله‌ای که نجات پیدا کرد، دودمان دابوییه یا گاوباریان بود که ریشه تصوفی، سنت‌ها و فرهنگ پارسی خود رو حفظ کرد. خلافت حکومتیه که قوانین سخت اسلامی رو تحمیل می‌کنه و اجازه حضور دین‌های دیگه رو نمیده. خلافت اسلامی کاملا نقطه مقابل منشور حقوق بشر کوروش بود. دست و پا زدن بین این دو ایدئولوژی برای قرن‌ها ادامه پیدا کرد. یک سو به دنبال آزاد کردن انسان‌ها بود و سوی دیگر به دنبال مجبور کردن آنها به اطاعت. اواخر قرن 18 درگیری بین ایران، روسیه و انگلستان را به همراه داشت. انگلستان تجارت را در دست گرفت و مرزها را به نقاط کنونی رساند. در سال 1921 کودتایی که توسط رضاخان رهبری شد، دولت شاهنشاهی ایران را ایجاد کرد. او به خود مقام شاهی داد و بازیچه دست انگلستان و روسیه شد. مردم نسبت به او احساس تنفر پیدا کردند. در سال 1935 تحت تأثیر نازی‌های آلمان نام پرشیا به ایران تغییر داده شد. در دهه 1950 75% نفت اروپا از ایران تأمین می‌شد. شرکت ایرانی انگلیسی که بعداً به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد، فقط درصد کمی از سود نفت را به شاه می‌داد. در سال 1953 محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران در تلاش برای ملی کردن صنعت نفت ایرانی انگلیسی، صنعت نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل بریتانیا ایران را به دادگاه جهانی کشاند و شکست خورد. ولی در طی عملیات آژاکس، سازمان CIA مصدق را از سمت خود برکنار کرد و شاه را رهبر مطلقه ایران کرد که بدین ترتیب کنترل کامل صنعت نفت ایران به دست انگلیسی ها افتاد. همانطور که همه بر این باور بودند که شاه عروسک خیمه شب‌بازی انگلیس و آمریکا بود، او مشغول مدرن کردن ایران به سبک غربی و بازسازی فرهنگ پارسی در زمان کوروش کبیر بود. تا سال 1970 ایران در حال تبدیل شدن به یک جامعه آزاد بود. در 1979 خمینی به مردم قول دموکراسی و عدم تحمیل زیاد قوانین اسلامی را داد. او انقلاب رو رهبری کرد و جمهوری اسلامی ایران متولد شد. در سال 1980 عراق به ایران حمله کرد. جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد. بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند و قوانین اسلامی به طور روزافزونی مستبدانه شد. جمهوری اسلامی ایران اغلب به تأمین منابع مالی، آموزش و پناه دادن به گروه‌های تروریستی متهم می‌شود و اونها در حال ساخت سلاح اتمی هستند.
افراد ممکنه فکر کنند که دولت ایالات متحده از نظر فکری مخالف جمهوری اسلامی ایرانه، اما بعد از توافق اتمی پر رمز و راز اوباما با ایران، جعبه هایی حاوی میلیون ها دلار پول نقد به طور پنهانی به ایران تحویل داده شد. 2500 ایرانی اقامت دائم آمریکا را گرفتند و 14 جنایتکار فراری ایرانی از زندان های آمریکا آزاد شدند و ما حیران و انگشت به دهان میمانیم که دولت اوباما دقیقاً چه برنامه‌ای داشت. خب این یکم تاریخچه در مورد موضوعی که صحبت می‌کردم بود. تا امروز آمریکا از نزدیک با موضوع ایران درگیره. با نگاهی به کلیپی که دیدید و این عکس ها دوباره، همه اینها مربوط به دهه 60 یا 70 میلادی. حداقل اون چیزی نیست که من وقتی تو آمریکا بزرگ می شدم در مورد ایران فکر می کردم. فکر می کردم تمام خاورمیانه یا آشغال دونی مال عصر حجره. ولی اینطور نبود و ما یعنی آمریکا درش دخیل بودیم و تو موضوع هسته‌ای ایران، در واقع ما به ایران 150 میلیارد دلار دادیم که بمب هسته‌ای نسازن. اگه شما هم مثل من یه شخصی باشید که به همه چی شک میکنه، شرط میبندم نه تنها ایران برای نفتش داره دوشیده میشه که قرنهاست اینطوره، بلکه به عنوان یه دشمن بزرگ هسته‌ای براش پاپوش درست می‌کردن که نقشه این بود که یه روزی ایران بمب هسته‌ای روی آمریکا بندازه که باعث شه نهایتاً کل کشور رو پایین بکشن. اگه هیلاری انتخاب می‌شد، این حدس منه، یا کره شمالی، هر دو شبیه هن. شاید بهتر نگیم آمریکا، بگیم گلوبالیسا، دولت پنهان، ایلومیناتی یا هر چی. ممکنه اونا مسئول مجادله با ایران و کره شمالی هستن. حالا یکم کامنت ها رو بخونم. Well, before I get back into it, let me address some people in the stream. Comments. Someone was asking me if I can read the comments. Yes, I can read the comments. دلیل حذف ویدیو دیروز این بود که نصف ویدیو صداش خیلی بد بود. And the reason I did it was because the audio was horrible. It was my mistake. The audio was horrible through like half of it. And امشب دارم دوباره تکرار میکنم که بهتر و با هدفتر. And I'm redoing it tonight. So if you watched last night, feel free to tune out, or you can stick around. It's going to be better and more succinct and to the point. So, خب، من خیلی کامنت ها رو دیدم که من رو یک مدافع جنگ با ایران میدونم. یکی از دلایل این ویدیو همین بود که توضیح بدم در مورد این موضوع چه فکری میکنم. جنگ خیلی پیچیده است. من بیشتر بزرگسالی خودم رو به عنوان یه شخص مخالف جنگ سپری کردم. اما تو بچگی طرفدار جنگ بودم و بازی های فیلم های جنگی. عضو نیروی دریایی شدم که برم جنگ. بعد از انتخاب پرزیدنت ترامپ، عقیده ضد جنگ بودنم رو یه جورایی پایان دادم و واقعیت جنگ رو تشخیص دادم. واقعیتی که در بعضی موارد ممکنه جنگ ضروری باشه. برای مثال، اگه ما با گلوبالیست‌های فریبکار برای پیدا کردن حقیقت تو جنگ باشیم، این جنگ رو من 100% پشتش هستم و حمایت میکنم. که این موضوع چیزیه که به نظرم در حال حاضر باهاش روبرو هستیم. اگه دشمن جنگ رو با ما شروع کنه، بنابراین ما باید دفاع کنیم. انتخاب دیگه ای نیست. So,
آیا من جنگ با ایران رو میخوام؟ نه. بعد از اینکه فهمیدم ایران قبل از آمریکا چطور بوده و اینکه پرشیا قبلا چطور بوده، از لحاظ احساسی خیلی با ایران ارتباط برقرار کردم. تو دسامبر 2017 و ژانویه 2018 وقتی که اعتراضات تو ایران بود، خیلی برام شگفت انگیز بود که چرا رسانه‌ها درباره این موضوع حرفی نمی‌زنن. متقاعد شده بودم که واقعیه و ریشه مردمی داره، که مردم بیدار شدن. و بعد اون ایران همیشه توی ذهنم بود. بعد من گزارشی در مورد جاسوسای ایرانی برای اینفوبارس تهیه کردم. تو جواب اون گزارش، توییتر من پر شد از افرادی که فارسی زبون بودند که واژه ریستارت رو تکرار میکردن. به من میگفتن نگاهی به ریستارت بندازم و با لیدرشون یعنی سید محمد حسینی مصاحبه کنم. بنابراین تحقیق کردم و با افرادی که میتونستم از ریستارت ارتباط گرفتم. از اونهایی که میتونستن انگلیسی صحبت کنند تا جایی که میشد اطلاعات گرفتم و داستان ریستارت رو گفتم. به نظر من تنها کسی هستم که تو آمریکا این کار رو انجام داده. تحقیق من نشون میده که اینها مردم ایران هستن. حتی بی بی سی در مورد سه اپوزیسیون داستانی رو رفت که البته چهار گروه رو مطرح کرد، که یکیشون یه شاعره که به نظر طرفداری نداره. بنابراین من همون ستا رو میگم: مجاهدین خلق، رضا پهلوی یا فرشگرد و ریستارت. تحقیق اونها تو رسانه‌های اجتماعی نشون داد که ریستارت تنها جنبش اصیل و موثقی است که ده‌ها هزار آی‌پی یونیک و منحصر به فرد داره به عنوان افراد فعال در فضای مجازی. در مقابل مجاهدین و فرشگرد و پهلوی همه ربات و بات‌هایی داشتن که روزانه هزاران توییت رد و بدل می‌کردند. همونطوری که ربات‌های روسی فعالیت می‌کنند. بنابراین تو اون گزارش بی بی سی که به نظر هدف اولیه‌اش تخریب ریستارت بود، دقیقاً برعکس شد و نشون داد که ریستارت همون مردمن. مردم ایران که دارن حرفشون رو می‌زنند و آزادی می‌خوان. اونا اصلاحات اولیه و ثانویه می‌خوان. حقوق اولیه خودشون رو می‌خوان. میخوان که مذهب و دین از قدرت فاصله بگیره و در مکانهای خودش تدریس بشه. یعنی اسلام فقط در مساجد تبلیغ بشه. هر نوع خشونتی از سوی اونها منجر به مجازات خواهد بود. و اینکه نمیشه به افراد زیر 18 سال آموزش دین و مذهب داد. ایده اینه که یه نفر تا به سن 18 سالگی نرسیده نمیتونه دینی انتخاب کنه، اما بعدش آزاد هر دینی خواست انتخاب کنه بدون تبلیغ اون دین بیرون فضای مسجد یا کلیسا یا هر کجای دیگه. خیلی موارد دیگه هم هست، خیلی جالبن. بریم سراغ یه ویدیو از ریستارت. یه مقدمه بگم. این جنبش توسط سید محمد حسینی تشکیل شده. اون یه شومن محبوب و کمدینه که تو ایران کار میکرد و محبوب بود. و وقتی به حدی از مشهوریت رسید، جمهوری اسلامی از اون خواست که برای اونها تبلیغ کنه. اون همیشه از لحاظ ایدئولوژیک مخالف اسلام بود. کشور رو ترک کرد و به آمریکا اومد و اینجا وارد سیاست شد. وقتی متوجه شد که اوباما داره دروغ میگه و اصلا به ایران کمکی نمیکنه، تصمیم گرفت که جنبش خودش رو راه بندازه. کاری که کرد این بود که ویدیوهایی با نام شب بخیر ایران رو تهیه کرد. فکر کنم حدود 100 قسمت که البته به فارسی هستند و من دوست دارم ببینمشون. اما تا جایی که میدونم خیلی شبیه به الکس جونز یا تروترز، یعنی حقیقت گویان هست. اون در حال آموزش جوانهای ایرانیه. میگن 75% ایران زیر 30 سالن، که خیلی جالبه.
و به جز جمهوری اسلامی اطلاعات دیگه ای هم ندارن. بیشتر این ویدیوها در مورد تاریخ گذشته و فرهنگ پرشیاست و اینکه چگونه به ایرانی ها دروغ گفته شده و فریب خوردن. چگونه گلوبالیست ها عمل میکنن. به خاطر همین جالبه که اعضای جنبش ریستارت جزو با اطلاعات ترین افراد تو حوزه سیاست هستند و از بازی فریب و حقه خبر دارن. کاملا مطلع هستند. حدود 3 سال پیش بود که سید محمد حسینی شروع به تهیه این ویدیوها کرد و خیلی هم بیننده داشت. بریم سراغ یه ویدیو از ریستارت. ایدئولوژی فوق‌العاده بی‌رحمانه جمهوری اسلامی تقریباً یک نسل کامل از مردم ایران را نابود کرده است و دقیقاً به همین دلیل است که سید محمد حسینی رهبر جنبش ریستارت ایران شروع به بازسازی روح زندگی در این مردم کرد. او ابتدا یک کتابچه با دستورالعمل در مورد آمادگی جسمانی اعضای جنبش ریستارت در اختیار آنها قرار داد. او از اعضای گروهش خواست سیگار را ترک کنند و هر روز ورزش کنند. او به همه آنها آموزش داد تا از نامهای مستعار استفاده کنند و در گروههای بیش از 2 نفر قرار نگیرند، به طوری که اگر آنها دستگیر و یا شکنجه می‌شدند نام هیچ کسی را نمی‌دانستند و پس از مدتی که خود را آماده کردند انجام چالش‌ها آغاز شد. در ماه می 2017 سید محمد حسینی چالش رنگ را اعلام کرد و از ریستارتی ها خواست تا ساختمان های دولتی را با پرتاب کیسه های رنگ رنگ‌آمیزی کنند و با اسپری رنگ بر روی دیوارهای این اماکن دیوار نویسی کنند. این گونه رفتارها در جمهوری اسلامی ایران خطرناک است، اما این چالش موجب ایجاد شجاعت و قوت قلب برای مردم ایران شد. چالش بعدی چالش بمب صوتی بود. ریستارتی ها رأس ساعت 9 شب 15 خرداد ماه بمب های صوتی خود را برای درخواست آزادی و بیداری ایرانیان به صدا درآوردند. در چالش شعور، ریستارتی‌ها از افراد معروف ایران درخواست کردند تا در مورد مسائل و مشکلات مربوط به رژیم ایران نظر دهند، ولی حتی یک نفر هم از این افراد پاسخی نداد. کمی بعد چالش فحش آغاز شد که ریستارتی‌ها میبایست احساسات خود را با فحش به گوش دولت مردان و هنرمندانی که عروسک خیمه شب بازی نظامند برسانند. هدف این چالش شکستن غرور کاذب این افراد بود و اعلام اینکه ما از جنایات شما آگاهیم. در چالش سنگ، ریستارتی‌ها بر روی سنگ کلمه ریستارت را نوشتند و ساختمان‌های اداری را سنگباران کردند. هدف از این چالش این بود که به رژیم ایران نشان دهند ما بسیاریم و ما همه جا هستیم. در ماه اکتبر 2017 سید محمد حسینی فرمان چالش آتش را صادر کرد. این چالش برای به آتش کشیدن پایگاه‌های بسیج و بانک‌ها بود، اما او به طور صریح اعلام کرد که به هیچ موجود زنده‌ای آسیب نرسد. در حالی که چالش آتش در بعضی موارد منجر به خسارت‌های شدیدی شد، بسیاری از آنها تبدیل به سمبل مقاومت در برابر استبداد شد. هدف این چالش این بود که 2 سلاح اصلی نظام مورد حمله قرار بگیرند و نه اینکه این اماکن به طور کامل تخریب شوند، و به این ترتیب مردم ایران ریستارت را می شناختند و شجاعت پیدا می کردند. اگر هر ریستارتی در این چالش دستگیر می شد، زندانی و شکنجه می شد و احتمالاً به قتل می رسید. چالش آتش به مردم ایران شجاعت بخشید. بعد از یک دوران طولانی ترس از رژیم استبدادگر جمهوری اسلامی، مردم سرزمین پارس دوباره با حق اولیه خود پیوند خوردند. حق آزادی. چالش آتش گسترش یافت و به قیام دیماه رسید، زمانی که سید محمد حسینی تبدیل به تهدیدی برای جمهوری اسلامی شده بود. وی گفت که بیش از 30,000 گارد ویژه و وندتای ریستارتی در خیابان‌ها در حال محافظت از معترضین ایرانی هستند و بسیاری دیگر آماده آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات بودند. او به بسیج و سپاه هشدار داد که دست از آزار میلیون‌ها معترض صلح طلب بردارند. او به آنها 48 ساعت فرصت داد تا خیابان‌ها را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند و از خانواده‌های خود مراقبت کنند. او گفت در غیر این صورت اگر به خیابان‌ها بیایید و مقابل مردم خود بایستید، ما 120 نفر از شما را خواهیم کشت. برای 11 روز میلیون ها ایرانی به خیابان های شهرهای سراسر کشور رفتند. اگه میخواید ویدیو کامل رو ببینید، توی کانال یوتیوب هم هست. یه قسمتش رو ادیت کردم اینجا. کامنت ها رو میبینم. وحید میگه لینک ویدیوهای فارسی که گفتید رو دارید؟ میخوام ببینم. فکر نکنم. اگه کسی از ریستارت میتونه لینک ویدیوهای شب بخیر ایران سید محمد حسینی رو بفرسته.
If you know, please throw it in the comments. Paste it in the comments if you can. I'm not sure. برای من توی تلگرام فرستادن. Telegram is sort of توی توییتر و سایر فضای مجازی سانسور شدن. Twitter, they keep getting banned off of Twitter and other social media, but Telegram is their Telegram سورس اصلیشونه. And that's where I got sent the Persian videos, Good Night Iran. بعد از این ویدیو که تموم شد لینک ویدیوهایی که پخش کردم کاملش رو داخل توضیحات ویدیو قرار میدم. و اگه لینک شب بخیر ایران ها رو پیدا کردم اونجا اضافه میکنم. اگه فارسی متوجه میشدم قطعا این ویدیوها رو میدیدم. این ویدیوها میلیون ها نفر رو بیدار کرده و بهشون روحیه داده که برن و پایگاه بسیج که برای خیانت به مردمشون آموزش میدیدن و آتیش بزنن. داستان عجیبیه. خب من به خاطر تهیه گزارش در مورد ریستارت متهم شدم به طرفدار تغییر رژیم در ایران بودن. قطعا تغییر رژیم نمیخوام. چون وقتی اسم تغییر رژیم میاد من یاد عراق، لیبی و سوریه میفتم که در واقع عملیات‌های CIA و موساد بوده که به مشکل برخورد و اشتباه شده که هدفشون هم همین بوده که بتونن از این ناپایداری استفاده کنن و یک سری آدم عصبانی رو به کشور شما یعنی کشوری که بهشون حمله کرده بیارن. این بازی از پایان ریاست جمهوری بوش و تمام مدت ریاست جمهوری اوباما بوده. بنابراین من اون رو نمیخوام. مجاهدین هم اصلا یک گزینه به نظر نمیرسن. چون یه سازمان اسلامی دیگه که میخوان فقط یکم تغییرش بدن. اونا ایرانی ها رو ته جنگ ایران و عراق میکشتن. بعد از انقلاب 1979 مجاهدین به صدام حسین کمک کردند که ایرانی ها رو بکشن. فروپاشی خانواده ها و فرهنگ ایران که فرصت رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرد که ایران رو به عصر حجر ببره. پس مجاهدین دیگه یک گزینه نیست. رضا پهلوی. شاید قبل از تحقیقاتم رضا پهلوی رو دوست می‌داشتم. رضا پهلوی پسر شاه قبلیه، خانواده پهلوی. میتونم بگم اونها بیشتر یک خانواده سلطنتی انگلیسی یا روسی هن تا ایرانی. اگه به تاریخچه اونها نگاه کنید میشه گفت عروسکای خیمه شب‌بازی ملکه انگلیس بودن و شاه با فرح ازدواج کرد که از خانواده سلطنتی روس بود که روزها بتونن نفوذ کنن. در واقع انگلیس و روزها بودن. این روند قرنها همین جوری بوده که بتونن نفتشون رو کنترل کنن. به عنوان برده در کشور خودشون باهاشون رفتار کردن. بنابراین برای من رضا پهلوی و فرشگرد همینن. هر دو یکی هست. میشه گفت جمهوری اسلامی قرار بوده که ترسناک به نظر بیاد. همونطور که ابتدای ویدیو هم گفته سرویس اطلاعاتی انگلیس پشتش بوده که دلیلی هم داشته. شاید برای شروع یه جنگ و جایگزین کردن رضا پهلوی دوباره مردم خوشحال بشن و دخترها با دامن بیان بیرون و حجاب برداشته بشه. اما آیا این کافیه؟ من اینطور فکر نمی کنم. من تمایلی برای جنگیدن برای اون ندارم. چیزی که در مورد ریستارت جالبه اینه که اونها خواستار اصلاحات اولیه و ثانویه، جدایی دین از سیاست و قانون حمل اسلحه هستن و قوانین زیادی است که خواستارشن. من فکر میکنم که تمام دنیا یه چیز رو میخواد. خیلی از چپ ها معتقدن که دوران طلایی در راهه. و شاید فکر میکنن این اون چیزیه که محافظه کارا دارن باهاش می جنگن.
و شاید باید میلیون ها نفر از ما کشته بشن تا دوران طلایی بیان. کاملا مشخصه که اونطور که اونا فکر میکنن نیست. اما به نظر میرسه نه یک مدینه فاضله، اما بیداری جهانی در حال رخ دادنه، نه فقط در آمریکا. قطعاً تو آمریکا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان و تو ایران. احساس من اینه که اگر ما می‌خوایم آمریکا رو دوباره درخشان کنیم، نمیتونیم نیروهامون رو برگردونیم و فقط مراقب خودمون باشیم، که من موافق این هستم کاملا. اما قبلش باید بعضی دردسرهای بزرگی که خودمون یا افراد به نام ما درست کردن رو سر و سامون بدیم. اوباما، جان کری، مککین و کل چپ‌ها. ما میتونیم از اون آمریکایی‌ها فاصله بگیریم و بگیم تقصیر اونا بوده. اما من فکر نمی‌کنم که ایده خوبی باشه. فکر می‌کنم برای هر عملی عکس‌العملی وجود داره. میتونید بهش بگید کارما. فکر می‌کنم ما بهشون بدهکاریم. آیا ما بهشون بدهکاریم که بریم اونجا و ملاها رو سرنگون کنیم تا بتونن یه انتخابات داشته باشن و آزادی؟ نه، منظورم اینه که من ممکنه اون ایده رو دوست داشته باشم، اما من باهوش‌ترین آدم دنیا نیستم. به نظر میرسه باید به صورت متفاوتی که قبلن انجام نشده صورت بگیره. وقتی با ریستارتی ها صحبت میکنم، اونا فقط یک رسانه میخوان، چون کاملا سانسور شدند و هیچ صدایی ندارن برای ایرانی ها. تنها چیزی که میخوان اینه که بتونن مستقیم و آزادانه با مردم ایران صحبت کنند و همه همراه خواهند شد تا انتخابات آزاد انجام بشه. برنامه شون اینه که 5 حزب تشکیل بدن که با هم رقابت کنند تا انتخاب بشن، که قطعا بهتر از 2 حزبه. بعد از اینکه ما دموکرات ها و جمهوری خواه رو حذف کردیم، باید به فکر چیزی شبیه این باشیم. اما این موضوع چجوری اتفاق میفته؟ چجوری میری داخل و رژیم رو سرنگون میکنی؟ من میتونم ببینم که این موضوع اتفاق بیفته، ولی 2 نکته. اگه ما بریم اونجا که رژیم رو عوض کنیم، خیلی شبیه اونی میشه که ما بهش عادت داریم. ممکنه من از لحاظ احساسی درگیر باشم، اما منم نمیتونم اعتماد کنم. حداقل نصف کشور ناراحت خواهم بود در موردش، چون بعضیا فکر میکنن که داریم برای اسرائیل این کارو میکنیم، که منم شکی بهش ندارم. و بعضی هم فکر میکنن دوباره یکی دیگه از دخالت‌های غیرقانونی آمریکاست. آیا این موضوع برای مردم خوبه؟ اگه مردم خودشون رژیم رو نگیرن، آیا قادر به نگه داشتنش هستن؟ اگر آمریکا جمهوری بشه، که الان خیلی محتمل به نظر میرسه، به نظرم امتیازش و اعتبارش به نیاکان ما که برای انقلاب جنگیدن برمیگرده. چون سخت جنگیدند و اون آسون نبود. ما همینجوری به دستش نیاوردیم. بخشی از اسطوره و فرهنگ اون شد. و برای بعضی دخترها و پسرها عادی شد که با روحیه جنگی و انقلابی بزرگ بشن. اسلحه بخش بزرگی از فرهنگ ماست، و همون جوری که بعضی چپ‌ها انتقاد میکنن،
بعضیا که فقط به خاطر اینکه بهشون گفتن اون کار رو انجام میدن احمقن و چیزی نمیدونن. اما اونایی که دقیقا میدونن دارن چی کار میکنن، هدفشون گرفتن اسلحه از ماست که بتونن قانون اساسی ما رو از ما بگیرند و ما رو به سمت جهنم پیش ببرن. ما اینقدرها هم پیچیده نیستیم. هنوز اونقدر متمدن و پیشرفته نشدیم و کمانکان تو جنگل زندگی میکنیم و توی دنیای خطرناک. ما هممون به فکر دیگران نیستیم. بعضی از ما هیولاییم. بنابراین اسلحه خوبه تا زمانی که ما در این موقعیتی که زندگی میکنیم زندگی کنیم. اسلحه خوبه. تمام. به نظر من اصلاحی دوم یعنی قانون حمل اسلحه بنیادیه برای هر نوع آزادی. موضوع 1776 جهانی. نمیدونم چه کسی اولین بار این رو گفت، اما من از الکس جونز شنیدم. فکر میکنم این همون بیداری بزرگیه که همه احساسش میکنن. بعضیا ممکنه فکر کنن که این مدینه فاضله چپی هست، اما اشتباه میکنن. چون زیبایی اسلحه حقیقتا اینه که شما رو تو موقعیتی قرار میده که میتونید به یک حس آزادی دست پیدا کنید. حداقل آزادی که میده اینه که خیابونا امن باشه و قانون داشته باشید، که توانایی تلاش برای به دست آوردن خواسته ها و آرزوهاتون رو داشته باشید، توانایی به دست آوردن هدف شخصی یک نفر احتمالاً بهترین تجربه ای است که یک شخص میتونه داشته باشه، جدا از داشتن خانواده تو اون محیط. اما زندگی کردن تو یک محیطی که شما بتونید آزادانه زندگی کنید و خودتون و حرفتون رو ابراز و بیان کنید و جوری که دلتون میخواد زندگی کنید، بهترین چیزیه که میتونید داشته باشید و این چیزیه که آزادی فراهم میکنه. و این فرق بین آمریکاست و سایر کشورهایی که آزادی دارن. مثلا چیزی که تو اروپا میبینیم، آزادیشون داره ازشون گرفته میشه و هیچ راهی برای نگه داشتنش ندارن. بعضی هاشون میتونن دوباره انتخاب بشن و بهشون رأی داده بشه. هنوز کاملا از هم فرو نپاشیده، اما داره به اون سمت میره. اگه اصل همون رو از ما بگیرن، این موضوع برای ما هم اتفاق میفته. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که اسلحه رو حذف کنیم. وقتی برسیم خودمون متوجه میشیم. وقتی زمانی برسه که اسلحه ها دارن یه گوشه خاک میخورن، اگه اون روز بیاد دیگه میتونیم بذاریمشون کنار. اما به نظرم ما در معرض یک تکامل هستیم. تکاملی که منظورمه یعنی ما یاد خواهیم گرفت آزادی بیشتری داشته باشیم. کشورهای دیگه هم این رو یاد خواهیم گرفت. احتمالاً برای اولین بار تو تاریخ خواهد بود که مردم قدرت رو در دست میگیرن، که واقعاً تا حالا اتفاق نیفتاده. ما میگیم که تو کشورهای دموکراتیک این اتفاق میفته، اما نه واقعاً. خیلی از گذشته نزدیک تره و ما رو به هم نزدیک خواهد کرد. به همین دلیله که من ریستارت رو حمایت میکنم. به این دلیله که هر گروه ملیگرا رو حمایت میکنم. مردم رو حمایت میکنم. مردم هر کشوری که به دنبال آزادی هستند، تا اینکه در مقابل گلوبالیست های سلطجو زانو بزنند. ما همه با هم تو این موضوع سهیمیم. تنها رایی که آمریکا عالی و درخشان خواهد شد اینه که آشغالامون تو ایران رو پاک کنیم. آشغالامون تو کره شمالی رو پاک کنیم. و به مردم کمک کنیم تا بلند بشن. باید بقیه رو تشویق کنیم که بلند شن و چیزی رو که ما خودمون به دست آوردیم اونا هم به دست بیارن. این تنها راهه به نظر من. درباره اینکه چگونه این اتفاق میفته هیچ ایده ای ندارم. فکر نمی کنم راهش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط آمریکا باشه. امیدوارم که ریستارت قدرت رو بگیره. ممکنه شبیه یه قیام دیگه که تو دسامبر و ژانویه 2017 و 2018 دیدیم باشه، که میلیون ها نفر تو خیابون باشند و کنترل رو به دست بگیرن. ممکنه اتفاق بیفته، فکر میکنم، چون یکی از اون چیزهایی که قبلا اتفاق نیفتاده و یکم تصوری سخته. این تجربه منه حداقل. امیدوارم که مردم ایران آزاد بشن و امیدوارم فرهنگ پرشیا رو ببینم. بیشتر از 60% کشور پرشیان هستن و باید سنت های پرشیایی خودشون رو جشن بگیرن. امیدوارم اون تغییر رو ببینم. دعا
دوباره میگم، آیا من میخوام که تغییر رژیم رو ببینم؟ نه، نمیخوام تغییر رژیم رو ببینم. من یک نو محافظه کار نیستم. من باور ندارم که ریستارت سازمان CIA باشه. باور دارم که سازمان CIA با مجاهدین و رضا پهلوی بیشتر رفیقه. شواهد نشون میده که ریستارت مردمه. ممکنه اشتباه کنم، قبلا اشتباه کردم، و اگه بفهمم اشتباه کنم حتما اعتراف میکنم. تنها چیزی رو میدونم که فکر میکنم میدونم تا جایی که دیگه ندونم. این برنامه امروز بود. امیدوارم لذت برده باشید. If you have any suggestions or critiques, اگر پیشنهاد یا انتقادی جهت جالبتر کردن این برنامه دارید، کامنت کنید و من اونا رو میخونم. لینک ها رو هم به سرعت میذارم و شب خوبی داشته باشید. میبینمتون.